به نام ایزدمنان، با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی از استدیو خبر شبکه امام حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. با هم نگاه بیندازیم به سرخط خبرها. آغاز شادی و سرور شیعیان در سراسر جهان با فرارسیدن روز فرحت و زهرا. ایجاد بیش از 21,000 مدرسه دینی و جهادی از سوی طالبان در یک سال. و گزارش سازمان عفو بین الملل، نقض سیستماتیک حقوق اقلیت پامیری در تاجیکستان. نهم ربیع الاول با پایان یافتن ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام، روز آغاز شادی و سرور شیعیان است. در فضیلت این روز روایاتی از معصومین علیهم السلام نقل شده، همچنین برخی از علمای شیعه در این رابطه مطالبی گفتند. اعمالی در فضیلت این روز بزرگ که فرحت و زهرا و قدیر ثانی نام نهاده شده نیز توصیه شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با فرارسیدن نهم ربیع الاول، سال روز هلاکت بزرگ دشمن اهل بیت علیهم السلام، شادی و سرور شیعیان در سراسر جهان آغاز می شود. به همین مناسبت عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سراسر جهان با برگزاری مراسم فرحت و زهرا به جشن و سرور و شادی می پردازند. محبان اهل بیت علیهم السلام پس از 2 ماه عزاداری بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام رخت شادی بر تن می کنند و به شادی حضرت زهرا سلام الله علیها شادمان هستند. نهم ربیع الاول دومین عید بزرگ شیعیان است و از آن به قدیر ثانی نیز تعبیر شده است. در مفاتیح الجنان از این روز به عید البقر شکافتن یاد شده، چون روز فرحت و زهرا و اجابت نفرین صدیقه طاهره سلام الله علیها می باشد. روز قدیر ثانی در کنار روز قدیر اول دو برهه زمانی مهم برای اظهار تبرا و تولا به شمار می روند و از این رو علما و متشرعین در طول تاریخ بر بزرگ داشت این ایام تأکید داشته و دارند. سید ابن طاووس در کتاب زوائد الفوائد از احمد ابن اسحاق قمی نقل کرده که اونیز از امام حسن عسکری علیه السلام چنین روایت نموده که از آن امام بزرگوار پرسیدم: آیا از برای اهل بیت در امروز فرحی تازه روی داده است؟ حضرت فرمودند: کدام روز حرمتش نزد اهل بیت عظیمتر است از امروز که روز نهم ربیع الاول است؟ مطابق این روایت امام حسن عسکری همچنین در ادامه فرمودند: این روز را بر همه شیعیان عید قرار دادم، هر که این روز را عید بگیرد گناهان او آمرزیده و اعمال وی مورد قبول واقع شده و ثواب هر آنچه را که اطراف عرش احاطه کرده برای او پذیرفته و شفاعت او نزد ما تضمین شده است. همچنین در کتاب زاد المعاد علامه مجلسی از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز روایت شده که فرمودند: به خدا سوگند که این روز همان روزی است که حق تعالی در آن دیده ی آل رسول را روشن گردانید و من برای این روز 72 نام می دانم. در ادامه این روایت امیر المؤمنین 72 نام برای این روز ذکر فرمودند که روز عید قدیر دوم، روز تخفیف گناهان شیعیان، روز مستجاب شدن دعاها، روز ظهور قدرت خدا، روز فرح و شادی شیعیان، روز یاری مظلومان، روز زیارت و دوستی با مؤمنان، روز عبادت
و روز انقیاد رهبری پیشوایان دین از جمله این اسامی هستند که آن حضرت بر این روز نام نهادند. شیخ عباس قمی در کتاب وقایق الایام صفحه 315 در رابطه با این روز می نویسد: روز نهم ربیع الاول روزی عظیم الشان و روز سرور شیعه و عید بزرگ آنهاست. حضرت رسول این روز را عید قرار داده و امر کرده که مردم نیز آن روز را عید قرار دهند. هر که در این روز چیزی انفاق کند گناهانش آمرزیده است. مستحب است در این روز اطعام برادران مؤمن و خشنود کردن آنها و توسعه دادن در نفقه و پوشیدن جامعه نو و شکر و عبادت خدا، و این روز روز برطرف شدن غم هاست. صاحب جواهر الکلام در جلد پنجم این کتاب صفحه 43 می نویسد: به تحقیق به روایت مفصلی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در فضل و برکت این روز و اینکه روز شادی و سرور برای ایشان می باشد برخورد کردم که ذهن انسان در فهم آن محیر و سرگردان می شود. مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی نیز در رابطه با روز نهم ربیع الاول فرمودند: ایام عزای اهل بیت علیهم السلام تا هشتم ربیع الاول سالگرد شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ادامه می‌یابد. ما هم به دستور العملی که ائمه معصوم علیه السلام به دست ما داده اند که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا به هار الانوال جلد 44 صفحه 287 همه این موسم عزا را عزاداری می کنیم و در نهم ربیع الاول که به فرموده حضرات معصومین علیهم السلام عید است، ما نیز در آن روز عید می گیریم و در شادی آنان شادی می کنیم. اطعام مؤمنان، ابراز شادمانی و خوشنود نمودن دیگران، توسعه در نفقه، پوشیدن جامه های نو و شکر و عبادت خدای متعال از جمله اعمال مستحب در روز نهم ربیع الاول است. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرده که برای رسیدگی به بیش از 300 روستای آسیب پذیر در افغانستان در فصل زمستان به 603 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. اوچا گفته 171 شهرستان با اولویت بالا و 227 روستای دیگر با اولویت متوسط تعیین شدند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و 17 میلیون نفر در اولویت این سازمان قرار دارند. در پی فرار هزاران نفر مسلمانان روهینگی از میانمار به سمت بنگلادش، در ماه‌های اخیر این کشور کنترل خود را بر مرزهایش افزایش داده است. گفتنی است بیش از 18 هزار روهینگیایی در ماه‌های اخیر در اثر افزایش خشونت‌ها در ایالت راخین از مرزهای بنگلادش با میانمار از این کشور خارج شده و به بنگلادش مهاجرت کردند. پیش از این دولت بنگلادش اعلام کرده بود که به دلیل محدودیت در تأمین منابع این کشور نمیتواند بیش از این پذیرای مهاجران روهینگیایی باشد، لکن ورود مهاجران به این کشور در ماه‌های اخیر دو برابر شده است. دادگاهی در بنگلادش فرایند بازگرداندن شیخ حسینی نخست وزیر سابق این کشور که به دنبال اعتراض‌های گسترده به هند گریخ را آغاز کرده است. دادستان این دادگاه گفت که فرایند قانونی بازگرداندن حسینی به بنگلادش به منظور محاکمه برای بکارگیری خشونت مرگبار پیش از فروپاشی دولت او پس از اعتراض‌های گسترده آغاز شده است. شایان ذکر است حسینه در 5 آگوست در میان اعتراضات استعفا داد و به هند فرار کرد.
تظاهرات کنندگان در این روز وارد محل سکونت او شده و شروع به غارت کردند. نیروی دریایی سنگال روز چهارشنبه اعلام کرد که 26 جسد را از قایق حامل مهاجران که در سواحل غرق شده بود پیدا کرده است. به گزارش رادیو تلویزیون سنگال RTC، این قایق چوبی حامل بیش از 100 مهاجر از شهر مبور سنگال بود که تنها پس از 4 کیلومتر 2.5 مایل غرق شد. نیروهای دریایی سنگال در بیانیه گفت که نیروی دریایی پس از اطلاع از این فاجعه عملیات جستجو را با مشارکت 3 یگان دریایی و 1 هواپیمای گشت دریایی آغاز کرد. در دوره نخست وزیری نارندرا مودی که خشونت‌ها علیه مسلمانان هندی افزایش یافته است، گروه موسوم نگهبانان گاوها به این خشونت‌ها دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از نیویورک تایمز، خشونت‌های فرقه‌ای علیه مسلمانان پس از پیروزی نارندرا مودی افزایش یافته است. به عنوان مثال، حداقل 12 مورد خشونت از سوی گروه موسوم به نگهبان گاوها ثبت شده است که به بهانه ذبح و قاچاق گاو و یا حتی مشکوک بودن به چنین اقداماتی خشونت‌های خود را علیه مسلمانان اعمال کردند. باستانشناسان یک قلعه 3000 ساله کشف کردند که از پادشاهی باستانی در برابر قبایل مهاجم مردمان دریا که از مناطق نزدیک شرق دریای مدیترانه می آمدند دفاع می کرد. پژوهشگران مجموعه ای از ویرانه های بناهایی از خشت خام را در منطقه شمال غرب مصر کشف کردند، از جمله بقایای سربازخانه های نظامی و انبارهای اسلحه، غذا و تدارکات که متعلق به دوره پادشاهی نوین مصر است که از سال 1550 تا 1070 قبل از میلاد را در بر می گیرد. به گفته پژوهشگران، این ساختمان ها به دقت طراحی شده و به 2 گروه یکسان تقسیم شده بودند که با گذرگاهی باریک از هم جدا می شدند و نبوغ مهندسان مصر باستان را نشان می دهد. وزارت معارف افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در سراسر این کشور بیش از 21,000 مرکز تعلیمات اسلامی ایجاد کرده است. این وزارت با انتشار گزارش دستاوردهای 1 سال گفته که در این مراکز حدود 3.5 میلیون طلبه در حال آموزش هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که امسال در مجموع 1,400,000 دانش آموز جدید وارد مدارس دولتی و خصوصی افغانستان شدند. این آمار در حالی اعلام می شود که طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از کلاس 6 را از رفتن به مدرسه منع کردند. از سوی دیگر کارشناسان و فعالان سیاسی در افغانستان می گویند طالبان با ایجاد مدارس دینی به دنبال ترویج افرادگرایی و تربیت هزاران نوجوان برای حملات انتحاری هستند. هفته گذشته یک تلویزیون پاکستانی گزارش داد که در استان ننگرهار در شرق افغانستان یک مدرسه دینی ایجاد شده که دانش آموزان را با روش‌های بمب‌گذاری انتحاری آموزش می‌دهد. این رسانه مدعی شده بود که حتی شمار زیادی از این دانش آموزان برای انجام حملات انتحاری به پاکستان فرستاده شدند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای محمد لحمی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای لحمی، به نظر شما نتیجه و محصول مدارسی چون مدارس دینی و جهادی طالبان در سراسر دنیا که افرادی تندرو از آن بیرون می آیند تا کنون چه بوده و در آینده چه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعیم حضور از بطاقی و محترم شاهدی جانی و محسن سلام عرض میکنم.
مدارس دینی جهادی طالبان به ویژه اونهایی که در گذشته علوم قرآنی رو بسیار مورد آموزش قرار دادن، در حال تولید نسل‌های از اعضای تندرو، از افرادی خطرناکی بودند، مانند گروهک مثل جنگ الله، فوش الله، داعش، که باعث رشد افراط‌گرایی‌های مزمن، تشدید خشونت‌ها، نقش‌آفرینی‌ها و درگیری‌های داخلی و بین‌المللی که در این سال‌ها ما دیدیم. و اگر اصلاحی در نظام آموزشی اونها صورت نگیره، جامعه جهانی باید فکر به حال ناامنی شدید بیرون از مرزهای کشورهای افغانستان و پاکستان داشته باشه. نمونه های مدارس دینی و حوزوی ما حوزه‌های حکومتی مثل دانشگاه امام صادق، حوزه‌های حکومتی علی خامنه‌ای و تاثیر بسیار منفی که در رشد عدم رشد جامعه میتونه داشته باشه. که خب نمونه های بارز اون ما داریم در 40 سال گذشته مملکت خودمون میبینیم که یه حکومتی دست دیکتاتوری مثل علی خامنه‌ای با افکار افراط‌گرایی داره اداره میشه و با اسبانیش پسورد و قهقرای مردم و مملکت هست. و در رابطه با این موضوع اگر جامعه جهانی اصلاحی در این نظام‌های دیکتاتوری و آموزشی مذهبی افراطی نداشته باشه، متاسفانه آینده بسیار خطرناکی رو برای بقیه ممالک دنیا میتونیم در نظر بگیریم. بله، از توضیحاتتون ممنونم. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جدید از تبعیض سیستماتیک مقامات تاجیکستان علیه اقلیت پامیری خبر داده است. این تبعیض‌ها شامل سرکوب فرهنگی، محرومیت سیاسی و سرکوب خشونت‌آمیز است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. گزارش جدید عفو بین‌الملل از نقض حقوق اساسی پامیری‌ها در تاجیکستان خبر می‌دهد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی جدید اعلام کرد که مقامات تاجیکستان به طور سیستماتیک حقوق اقلیت پامیری را نقض کرده و از طریق سرکوب فرهنگی، حذف سیاسی و سرکوب خشونت آمیز این جامعه را تحت فشار قرار می دهند. این گزارش که توسط جوریست نیوز در تاریخ 11 سپتامبر منتشر شده است، به موارد گسترده ای از این نقض‌ها پرداخته است. پامیری ها یک گروه قومی ساکن در منطقه خودمختار گرن و بدخشان عمدتاً شیعه مذهب هستند و از نظر زبان و فرهنگ با اکثریت تاجیک متفاوتند. گزارش ها از نقض شدید حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، از جمله محدودیت در استفاده از زبان های پامیری، حذف از مشاغل سیاسی و تخریب کسب و کارهای محلی خبر می دهند. همچنین حضور نیروهای امنیتی از مناطق دیگر تنش‌ها را تشدید کرده است. گزارش‌هایی از خصومت علیه پامیری‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب مخالفان به بهانه مبارزه با تروریسم وجود دارد. از نظر تاریخی، پامیری‌ها به دلیل دورافتادگی کوه‌های پامیر با انزوا مواجه بودند. این منطقه از اواخر قرن بیستم با بی‌ثباتی مشخص شده با یک جنبش جدایی طلب و عملیات نظامی روبرو بوده است. ماری استورترز، مدیر عفو بین الملل در اروپای شرقی و آسیای میانه، بر ضرورت رسیدگی فوری جامعه بین المللی به این نقض‌های حقوق بشر با مقامات تاجیکستانی تأکید کرد. تنش‌ها در سال‌های 2021-2022 پس از قتل گلبدین زیوبکوف، شخصیت برجسته پامیری تشدید شد. در پاسخ به اعتراضات در خاروق، نیروهای امنیتی به سمت تظاهر کنندگان مسالمت آمیز شلیک کردند که منجر به کشته شدن 2 نفر شد. مقام‌های تاجیکستان به جای تحقیق، جامعه مدنی و رهبران این اقلیت را سرکوب کردند. در ماه می 2022، پراکندگی خشونت آمیز اعتراضات منجر به کشته شدن بسیاری از پامیری‌ها شد و بیش از 200 مدافع حقوق بشر دستگیر شدند و با اتهامات مشکوک به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. طبق این گزارش، وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان در 2 دهه گذشته با افزایش فساد،
مداخله بیشتر دولت در روزنامه‌نگاری، بازداشت‌های مکرر و رکود وضعیت حقوق زنان رو به وخامت گذاشته است. ساعتی پیش با مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا گفتگوی داشتم و از او در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق اقلیت پامیری در تاجیکستان پرسیدم. پاسخ مظاهر رئیس‌زاده را با هم ببینیم و بشنویم. با سلام و وقت بخیر. نقض برنامه‌ریزی شده یا سیستماتیک حقوق اقلیت پامیری در تاجیکستان میتونه چند دلیل مختلف داشته باشه: دلیل تاریخی، دلیل قومی، دلیل مذهبی و سیاسی. خب پامیری ها عمدتا شیعه هستند، شیعه های اسماعیلی هستند، در حالی که اکثریت جمعیت تاجیکستان سنی مذهب است. این اختلاف مذهبی نیست و فاصله ها و شکاف های اجتماعی و فرهنگی دامن زده و بتانه عامل تنش و تبعیض باشه. خب پامری ها از جانب دیگر از نظر زبانی و فرهنگی با اکثریت تاجیک ها تفاوت داره. پامری ها با زبان پامری صحبت میکنه که با زبان تاجیکی زبان رسمی کشور است متفاوت است. این تفاوت زبانی و فرهنگی به ویژه در کشورهای بعد استعمار یا کشورهای جهان سوم با تمایل به یک پارچگی فرهنگی و زبانی ممکن است زمینه ساز تبعیض و سرکوب‌های فرهنگی باشد. خب از جانب دیگر می‌بینیم که منطقه گورنوی بدخشان که پامری‌ها در اونجا زندگی میکنه از نظر ژئوپلیتیکی و جغرافیایی هم دورافتاده و کوهستانی است. این انزوای تاریخی موجب شده که پامری‌ها از جریان‌های اصلی سیاسی و انسانی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان جدا بمانه و همواره در طول تاریخ با چالش‌های در زمینه دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی اینا مشکلات را داشته باشه و موانعی وجود داشته باشه. مسئله دیگه مسئله ای است که در تاریخ پسین تاجیکستان جنبش های جدایی طلب در منطقه گورنوی بدخشان و اعتراض های سیاسی به عنوان تهدیدی علیه دولت تاجیکستان و دولت مرکزی تلقی میشه. مقامات پاکستان هم برای کنترل منطقه مقامات تاجیکستان هم برای کنترل این منطقه سیاست های سرکوب گرایانه و حضور گسترده نیروهای امنیتی متوسل میشه. این سرکوب ها معمولا تحت عنوان مبارزه با تروریسم یا مبارزه برای تامین امنیت ملی و حفظ امنیت ملی توجه میشه، اما در عمل به سرکوب سیاسی و اجتماعی اقلیت پامیری نامونجر میشه. مسئله دیگه مسئله است که پامیری ها در ساختارهای سیاسی و اقتصادی تاجیکستان کم نمایی داره و از بسیاری از مناصب دولتی و فرصت های اقتصادی حذف شده. اینا متاسفانه این حذف ها همراه با تخریب کسب و کارهای محلی و محدودیت در مشارکت سیاسی خودش بخشی از تبعیض سیستماتیک علیه ای اقلیت ها تشکیل میده. خب در بسیاری از جوامع پسا استعماری که ما ببینیم یا در جوامع در حال توسعه دولت ها تمایل دارد تا هویت ملی یک پارچه را ترویج بکنه. در تاجیکستان هم یعنی تلاش ها ممکن است با سرکوب هویت های فرهنگی متفاوت، هویت های قومی متفاوت از اکثریت همراه باشه که در این مورد هویت فرهنگی و زبانی پامیری ها هدف قرار داده میشه. در کل میتونیم بگوییم که از تمایزات قومی و مذهبی گرفته تا سیاست های سرکوبگرایانه دولت موجب شده که پامیری ها به طور سیستماتیک در تاجیکستان با نقض حقوق بشری، حقوق انسانی و شهروندی مواجه شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ایام آغاز شادی و سرور شیعیان در سراسر جهان با فرارسیدن روز فرحت و زهرا، ایجاد بیش از 21,000 مدرسه دینی و جهادی از سوی طالبان در یک سال و گزارش سازمان عفو بین الملل نقض سیستماتیک حقوق اقلیت پامیری در تاجیکستان. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه در این بخش خبری شبانگاهی همراه ما بودید ممنونم. شب همگی شما بخیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد.